مرگ رفسنجانی و پیامدهای آن از دیدگاه برخی هیچ تفاوتی میان شخصیت‌های اصلی جمهوری اسلامی نیست. بله. می‌خواستم ازتون پرسش کنم درباره، اگر فرصت باشد، بیشتر درباره میراث و کارنامه رفسنجانی، سیاست و قدرت پس از مرگ هاشمی رفسنجانی و تأثیر این مرگ در انتخابات آینده و در گذشته او اصولاً چه آثار مهمی بر جای گذاشت. برخی هم میگویند او را کشتند. بله. به جنبه های توطئه‌آمیز ماجرا که به هر روی با روح و روان و زندگی ما ایرانیان در هم آمیخته، با شیر اندرون شده و با جان به در شود، نخواهم پرداخت. چون من آگاهی از چگونگی مرگ او ندارم، همون رو میدانم که اعلام شده و به ناچار همون رو هم میپذیرم، مگر اینکه اسنادی در برابر من باشد که نشان بدهد که مثلا ایشان رو قهوه قجری بهشون خوراندند یا قهوه اسلامی، حالا امروز دیگه قجری نیست، و ایشان رو سربنیز کردن. ولی بر روی 80 و اندی عمر او بوده و 82 سال بوده و از چهره و برحال بدن او هم آشکار است که ورزشکار هم نبوده و به خودش نمی پرداخته و بنابراین چه بسا که سکته هم کرده باشد، چون بر روی در این سن و سال اگر انسان اهل ورزش و مواظبت نباشه میتواند سکته بکند. خیلی زودتر از این هم خیلی از آدم ها سکته میکنند و میمیرند. ولی من اصلا به این موضوع نمیخوام بپردازم. برید، در میان ما ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی یک نوع نگاه پر از بیم و هراس در این است که اگر نسبت به یکی از آدم های برجسته حکومت داوری دیگری داشته باشیم، از ناسزا و به کار بردن پسوندهای بسیار تند و تیز خودداری کنیم، چه بسا که شاید خود ما هم سر و سری با این حکومت داشته باشیم. این رو من بارها میشنوم، حتی در برنامه های سفرهایی که دارم دوستانی هستن که میگوین که شما خیلی با احترام صحبت میکنید، میگوید آقای خامنه ای، میگوید آقای رفسنجانی، چون من پسوند جلاد و خونریز و اینها رو به کار نمیبرم. ببینید، در میان مخالفان رژیم گذشته ایران، رژیم پادشاهی، رژیم پهلوی در ایران، امروز هنگامی که نگاه میکنید یک نوع بازنگری انتقادی وجود دارد که بسیاری از اونها، چه اونهایی که به خانواده چپ وابسته بودند، چه اونهایی که به خانواده ملیگرا و هواداران جبهه ملی وابسته بودند، در میان همه اینها یک نوع بازنگری به گذشته وجود دارد که شاید در برخورد به رژیم گذشته ایران یک سویه رفتار می شده، یعنی جنبه های مثبت و جنبه های اصلاحی و جنبه های پیشرفته‌ای که در اون دوران روی میداده رو ما در نظر نمی گرفتیم و تنها به انتقاد می پرداختیم و تنها چیزی رو که در آرزو مخالفان این حکومت می داشتند براندازی و سرنگونی اون حکومت بوده، که پیامد اون هم همین حکومتی است که امروز در ایران داریم. در نگاه به جمهوری اسلامی هم باید واقع بینانه نگاه کرد، یعنی این گونه نگریست که این حکومت در کشتن و جنایت و تبهکاری در تاریخ 2300 سال گذشته ایران بیمانند بوده. هیچ حکومتی ما در تاریخ دست کم 2300 سال گذشته ایران نداشتیم، شاید هم در تاریخ 500 سال گذشته ایران نداشتیم، که با چنین هوشیاری و برنامه ریزی به غارت دارایی ایران بپردازد و چنین کارهای جنایتکارانه ای رو در برابر مردم، بر علیه مردم انجام بدهد و مخالفان. همه اینها رو میدانیم، اما با این همه نباید چشم خودمون رو ببندیم و بپذیریم که
در درون این حکومت شاخه ها و شکاف و دستبندی ها وجود ندارد و گروه هایی نیستند که در این دستبندی، در این چالش سیاسی برآمد اونها یا فراز اونها به سود جامعه ایران نخواهد بود. سخنان من رو حمله بر این نگیرید که من طرفدار یک جناح در برابر جناح دیگر هستم، اما بر این باور هستم که سیاستی که آقای رفسنجانی در برابر خود قرار داده بود از همون آغاز کار، یعنی اندرزی که او میداد که ولایت فقیه رو در قانون اساسی نگنجانید و چیزهایی از این دست، نشان میداد که در میان سیاستمداران جمهوری اسلامی آقای رفسنجانی از شمار آدم‌های نسبتاً معتدل به شمار می‌آمد. البته معتدل در چارچوب همین حکومت، نه معتدل با معیارهای غربی. و در این سال‌های گذشته هم آنچه که اسناد به ما نشان می‌دهد و گزارش‌ها به ما نشان می‌دهد این است که آقای رفسنجانی و خانواده او در میان کسانی بودند که با چیرگی یک سوگه رهبر انقلاب رهبر کنونی آقای خامنه‌ای همسویی نداشتند و بنابراین باید پذیرفت که مرگ آقای رفسنجانی به زیان چالش باز شدن جامعه در ایران در این دوره کنونی است، به ویژه در آستانه انتخابات. این به این معنا نیست که آدمی مانند من آرزومند این بوده که و هست که کسی مانند رفسنجانی به جای آقای خامنه‌ای بنشیند. حتی دو رهبر برجسته زندان خانگی، آقایان موسوی و کروبی، که بسیار بسیار پیشروتر از آقای رفسنجانی بودند، هم اگر می توانستند به جایگاه بلندی در جامعه ایران برسند، سرنوشت اساسی جامعه ایران رو دگرگون نمی کرد، به این معنا که ما هنوز با یک حکومت دینی روبرو بودیم. ولی در شکست این حکومت دینی، در ایجاد ترک در این حکومت دینی، شخصیت های معتدلتر به سود جامعه ایران هستند. رفسنجانی در رفتار خودش در سالهای گذشته نشان داده بود که از شمار معتدلترین آدم های برجسته رهبری جمهوری اسلامی است. حالا شاید کسانی بلافاصله برافروخته بشوند و بخواهند که من رو با آقای رفسنجانی پیوند بدن. بگذاریم که شایعه‌ای که خیلی ها گسترش میدهند اینه که این تلویزیون اندیشه، دارنده تلویزیون اندیشه، اصلا پیوند با آقای رفسنجانی دارد. البته خب میدانیم که دروغ هست این مسئله و پول این تلویزیون رو هم رفسنجانی میداده. هر اتفاقی در دنیا میافتاده، هر یک از تلویزیون هایی که انتقادی شکل میگیرند و یا رسانه هایی که شکل میگیرند و ماندگار میشوند، میگویند که پول اون رو رفسنجانی میداده، چون خانواده بسیار توان دارایی در ایران بودند. ولی بر روی واقعا باید پذیرفت که رفسنجانی در برابر آقای خامنه‌ای ایستاده بود، یعنی او نماد جناح انتقادی به آقای خامنه‌ای بود و این است که مرگ نابهنگام او جناح مخالفان آقای خامنه‌ای رو تضعیف خواهد کرد، ناتوان خواهد کرد و شاید به زیان آقای خاتمی در این انتخابات باشد. من از شمار کسانی نیستم که باور دارند که همه ی آدم های این حکومت از یک به صلاح قماش هست، قماش هستن، اصلا یک دست هستن. من فکر میکنم در درون این حکومت اختلاف هست، جناحبندی هست و جناحبندی های وجود دارد که برآمد اونها، بلند شدن اونها، فراز اونها بیشتر به سود چالش دموکراسی در ایران خواهد بود. به این معنا نیست که من طرفدار اونها هستم، به این معناست که در این چالش بالا آمدن آدم هایی رو که یا به قدرت رسیدن آدم هایی رو که تا حدودی کوشش میکنند با دنیای غرب روابط بهتری داشته باشند رو به سود چالش دموکراسی در ایران میدانم. اگرچه
در برخورد به مسئله دولت در ایران، مسئله دولت غیر دینی در ایران، طبیعی است که آقای رفسنجانی هم بخشی از دولت دینی در ایران بودند و از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی به شمار می آیند. ولی به هر روی یک از نقطه نظر تاریخی یک زیانی یعنی یک این رویداد زیانی در چالش مخالفان آقای خامنه‌ای بوده، چون بسیاری بر این باورند که اگر آقای خامنه‌ای در می‌گذشت، آقای رفسنجانی می‌توانست در شکل دادن به جانشینی او نقش مهم می داشته باشد. ولی به هر روی به نظر می آید که به هر دلیل آقای رفسنجانی زودتر از آقای خامنه‌ای درگذشت و آقای خامنه‌ای همچنان بر قدرت هستند. خیلی سپاسگزارم آقای امینی عزیز. حال بپردازیم به موضوع ارزیابی از دوران رضاشاه. بله. آقای امینی، بعد از برنامه گذشتمون پرسش ها و دیدگاه هایی از سوی بینندگان ما فراوان رسیده است. بله. اجازه بدهید در آغاز به برخی از آنها بپردازیم. گویا شما در برنامه هفته پیش گفته بودید که نایب همان سرگرد است در ارتش مدرن و یاور برابر سرهنگ. بله. آقای فروزین و آقای صدیقی متذکر شده اند که نایب عنوان ستوان فعلی است و یاور سرگرد فعلی است. آقای امینی، کاملا حق به جانب اون هاست. یعنی این در من این رو گفتم و هم زمانی که این رو گفتم دریافتم که به من گفتین بعدن. بله بله، نادرست گفتم، ولی دیگه فرصت نبود که این رو در گفتگو با شما راست گردانم. به گفتی برحال زمان نبود، ولی قشنگ راست گردانم به جای اصلاح کنم. و این درست است. من از این تیزبینی هم میهنان بسیار بسیار شادمانم. یعنی این که کسانی برنامه رو نگاه میکنن و این جنبه های کوچک تیزبینانه برنامه رو با درایت، با زیرکی بررسی میکنن و میدانند، نشان میدهد که گفتگوی من و شما آقای مهری کسانی رو دنبال خودش داره، که مردمی نگاه میکنن و این مردمی که نگاه میکنن بعضی هم میخوان مچ بگیرن با دانشی هست و کاملا حق به جانب اونهاست. و بنابراین من با سپاسگزاری فراوان از این دو بیننده گرامی خودم رو راست میگردانم و سخن ایشان رو میپذیرم. البته این دو واژه گسترده تر از این است، یعنی نایب دوم و نایب اول و چیزهای از این دست هم داریم، ولی نکته اونها کاملا درست است و من میپذیرم و پوزش میخواهم از شما، که از شما هم میهنان گرامی، که این جنبه رو نادرست در برابر شما نهادم. و البته نگاه کردم به برنامه پس از دریافت این نامه، این دو نامه، و دیدم که یه جنبه معترضه داشت، یه جنبه کناری داشت. شما داشتید راجب پدر، درباره پدر رضاشاه سخن می گفتید، از به این دو عبارت اشاره کردید، یاور و نایب، و من سخن شما رو قطع کردم و در میانه سخن شما گفتم که همین نکته رو گفتم که این دوستان راست گرداندن و بسیار از اونها سپاسگزارم. آقای امینی، همین آقای صدیقی که از ایشان نام بردم اضافه کردند که در ضمن نام اصلی مادر رضاشاه زهرا بوده نه نوشافرین. متاسفانه نویسنده یک کتاب سزن نام مادر وی را همین نوشافرین ذکر کردند، اما در این خصوص این مرحوم دکتر باقر عاقلی است که تحقیق جامعی انجام دادند. بله. و
ببینید، متاسفانه ما، یا شوربختانه باید گفت که ما آگاهی های خیلی درستی در این باره نداریم. خود رضا شاه هم آنچه که در میان نهاده با پیرامونیان و درباره او سخن گفته، از نوشافرین سخن گفته. آنچه که آقای باقر عاقلی انجام داده یکی از پژوهش هایی است که در این دوران صورت گرفته. برخی پژوهشگران یا برخی بررسی های تاریخی مادر رضا شاه رو سکینه و یا زهرا خواندند، یعنی سکینه هم به کار برده شده و گفتن که اصلا گرجی بوده. برخی گفتن که مادر بزرگ او گرجی بوده، از یا از گرجستان یا از اون از ایرانی تبارانی بوده که از گرجستان به ایران آمدند. درباره این موضوع ما چندان نمیدانیم، چندان هم مهم نیست. آنچه که میدانیم این پیکره ای است که اینک در برابر شماست. این پیکره شناسنامه رضا شاه است. خب میدانید که در اون دوران معمول نبوده که شناسنامه، اصلا شناسنامه پدیده پس از مشروطه است، خیلی پس از مشروطه است، و رضا شاه در 42 سالگی شناسنامه گرفته و این پیکره ای که شما میبینید شناسنامه رضا شاه است در 42 سالگی. و در این شناسنامه که در 42 سالگی به شماره 5963 صادر شده در تهران، خب نام ایشان رو رضا خان و نام خانوادگی ایشون رو پهلوی خواندن، که نشان میداد که پس از گزینش نام پهلوی در واقع این شناسنامه صادر شده. در قسمت سوم پایین این شناسنامه که بیایید، البته در این شناسنامه باید شاهد، بخش دوم شاهد است، یعنی بخش میانی این پیکره نام شاهدان است که شاهد این شناسنامه کیست. در بخش سوم که الان نشان میدهند نام رو میگویند که آقای رضا خان، پدر داداش بیک مرحوم، مادر نوشافرین خانوم مرحوم. بنابراین در شناسنامه رضا شاه مادر ایشان نوشافرین یاد شده و شما در اون گزارشی که در برنامه هفته گذشته یا برنامه گذشته خواندید از نوشافرین یاد بردید و این است که ما با اشاره به این شناسنامه در واقع این رو باید بپذیریم، اگرچه گزارش هایی که در میان ما وجود دارد در پژوهشگران درباره اون داوری هایی کردن، نام های دیگری هم مانند زهرا و سکینه به کار برده شده، ولی چون در این شناسنامه خود رضا خان، رضا شاه در 42 سالگی نام مادر خودش رو نوشافرین خوانده، من فکر میکنم ما باید همین رو بپذیریم و پیش بریم و بیش از این در این باره گفتگو نداشته باشیم. بگذاریم که تفاوت چندانی هم در این باره نیست و نوشافرین نام زیباتری از سکینه و زهرا. منم خواستم خدمتتون همینه بگم که نوشافرین فارسی زیباست. بله. آقای امینی اجازه میدید باز هم یاد کنیم از ایمیل های همیهنان؟ حتما. عجب برنامه بوده. خیلی خیلی دوست داشتنی بوده بود این برنامه. من فکر می‌کنم این دوره برنامه هایی که ما با هم خواهیم داشت درباره فراز و فرود رضا شاه و شاید به 6 برنامه به درازا بکشد، یکی از برنامه های پربیننده من و شما با هم خواهد بود. خیلی ممنون. آقای عابدی در نامه چنین نوشتن: با سلام و احترام، در کلیپی دیدم که نوشته شده بود، گفته شده بود رضا شاه در زمان سردار سپهی نامه به احمد شاه نوشته در اروپا، بله بله، که به ایران برگردد و پادشاه باشد و احمد شاه در بیوفایی مردم ایران در پاسخ نوشته است لبو فروشی در فرنگ را به پادشاهی در ایران ترجیح می‌دهد. خواستم بدانم آیا این حرف درست است یا نه و لبو فروشی واقعا مرجح است بر پادشاهی ایران.
این نامه رضا شاه به رضا شاه قطعا نامه به احمد شاه برای بازگشت به ایران در این زمینه ننوشته. آنچه که این همیهن گرامی به اون اشاره می کنند مال رحیم زاده صفویه. نه خیر نه خیر، این نکته خیلی جالبی می فرمایید. من به ماجرای رحیم زاده صفوی هم حتما اشاره خواهم کرد چون اشاره فرمودید. این مربوط است به کتاب بهار، به تاریخ احزاب، تاریخ مختصر احزاب سیاسی. به اون برمیگرده، جلد سوم، در جلد یکم تاریخ مختصر احزاب سیاسی از اون ماجرایی سخن میگوید که احمد شاه در برخورد به پیمان 1919 به یکی از بزرگان ایران گفته است که وضعیت ایران چنان بد است که کلم فروشی در فرنگ، این عبارتی که بهار استفاده کرده کلم فروشی است، کلم فروشی در فرنگ بهتر از پادشاهی در ایران است. خب بعدها دیگران آمدند و با این بازی کردن. این ارتباطی با نامه رضا شاه، نامه نانوشته رضا شاه ندارد. آنچه که شما اشاره کردید به رحیم زاده صفوی، چون اشاره کردید باید بگویم، چون همیهنان با این اشتیاقی که به این برنامه دارند حتما پرسش خواهند کرد. رحیم زاده صفوی یک روزنامه نگار برجسته اون دوران در خراسان بوده، روزنامه‌ای بیرون می‌داد در مشهد و سپس می‌آید به تهران و از یاران مدرس می‌شود. و او مدرس فرستادش فرنگ. مدرس پولی رو فراهم می‌کنه و در اون دورانی که رضا شاه خیز برداشته بود برای گرفتن قدرت، تقریباً قدرت رو گرفته بود و میدونید که احمد شاه اساسا در فرانسه زندگی میکرد و مدت زیادی از ایران به دور بود، او رو میفرستد، صفوی رو میفرستد از راه روسیه به فرانسه و در نیس ایشان با احمد شاه دیدار میکنه با یک پیغامی که شما به ایران بیایید. مدرس در سودای یک ضد کودتا بوده یا کودتای تازه‌ای در ایران بوده و حتی با قشقایی ها و اشایر هم تماس گرفته بوده، برخی گروه های کرد هم تماس گرفته بوده و فکر میکرده که اگر احمد شاه به ایران بیاید او میتواند به فراز رضا شاه به سوی فرمان روایی در ایران پایان بدهد. این سودای مدرس بوده، مردی ماجراجو هم در این زمینه بوده. مدرس رحیم زاده صفوی در کتابی که به نام اسرار سقوط احمد شاه نوشته و بسیار کتاب خواندنی است، اشاره میکنه که او در نیس احمد شاه رو میبینه و این پیغام مدرس رو به او میدهد و احمد شاه که مدتی بوده در نیس زندگی میکرده به او گفته که خب خیلی خوشحال هستم که هنوز در ایران مردم به من میاندیشن و میگوید که اجازه بدهید که فکر کنم در این باره و چند روز دیگر با شما دیدار کنم. صفحه میبینید که پس از این دیدار که همزمان بوده، چون شما به هر حال در فرانسه زندگی کردید و نیس هم رفتید، میدانید که یک جشن گل در نیس هست، فستیوال گل. بله فستیوال گل. بله بله فستیوال گل. و او می نویسد که در این جریان فستیوال گل که در همون روزها بوده، در حالی که در کنار مدیترانه قدم می زده، یک باره با احمد شاه و همراهان، و احمد شاه همیشه کت و شلوار سفید میپوشیده، خیابون لزانگله. بله بله بله، شما دیگه اونجا رو بهتر میدانید. در اونجا با احمد شاه روبرو میشود و احمد شاه میگوید که صفوی به تو خوش میگذرد، اینها از یادداشت های ایشان است، و لذت میبری از این بهشت، از این بهشتی که به هر حال در روی زمین است، تو میخوای من این رو ول کنم و بیایم، این عبارت رحیم زاده صفوی است که من بیایم میان الوار و اکراد اونجا و اقدام کنم برای انداختن رضا شاه. من چنین کاری نخواهم کرد، البته رضا خان، رضا شاه نیست، سردار سپه، رئیس الوزرا در اون هنگام، نخست وزیر، و شما برو ایران و بگو که حقوق من و حقوقی که برای پادشاهی در نظر گرفته بودن اون رو افزایش بدهن. که صفوی در اینجا میگوید که من در اینجا دریافتم که پادشاهی قاجار به پایان رسیده و دیگه چیزی در میان نخواهد بود. اشاره‌ای به کلم فروشی نیست، چون فکر نمی‌کنم که
احمد شاه اهل لبو فروشی و کلم فروشی بوده و آدم بسیار مال دوستی بوده و بیشتر زندگی بهتر رو در غرب میپذیرفته و روی هم رفته. باید گفت آدمی که در سن بسیار بسیار پایین از پدرش جدا شده، از مادرش جدا شده، انگامی که محمد علی شاه رو از پادشاهی کنار نهادند و به زور احمد شاه رو از پدر و مادر جدا کردند، میگویند که نمیخواست اصلا از دامن پدر و مادر جدا بشود و او رو به تخت شاهی نشاندند در جریان پیروزی مشروط خان بر تهران، آدم بسیار ناتوانی بوده احمد شاه و شاید هم بسیار پر از گرفتاری روحی روانی از این جهت که به هر روی در سن بسیار بسیار پایین با زور به تخت شاهی نشسته و از مهر پدر و مادر جدا شده. و چند سالش بوده؟ گویا 8 سال بیشتر نداشته تا اونجایی که تاریخ نشان میده، شاید هم اندکی بیشتر، شاید هم 8 سال، اگه کاش که ما هم 8 سالمون بود. بله، نایب السلطنه برای اون نهادن، نایب السلطنه اول درگذشت و سپس ناصر الملک رو که در لندن زندگی میکرد در اون هنگام. انگلیسی بوده نه؟ نایب الملک؟ ناصر الملک میگن انگلیسی بوده، یعنی انگلیسی به این طرفدار انگلیسا، با انگلیسا خیلی مربوط بوده. نخستین فارغ التحصیل آکسفورد هست، ایرانی، نخستین ایرانی فارغ التحصیل آکسفورد هست، آدم درس خوانده است، ولی آدمی است که اوست که در واقع اندیشه احزاب سیاسی رو به ایران می آورد و در گشایش مجلس در پس از مجلس دوم پیشنهاد ایجاد احزاب رو میکنه و هموست که در واقع مجلس تعطیل میکنه و دوره دیکتاتوری تازه‌ای را آغاز میکنه. ماجرای بزرگ و طولانی است که در اینجا درازش که در اینجا به اون نخواهم پرداخت، ولی بر روی این ماجرای کلم فروشی یا لب فروشی، عجب دوران پرحادثه‌ای بوده، بسیار بسیار دورانی است که بر روی زمینه و زمانه است که نشان میداد چرا شرایط برای فراز آدمی مانند رضا شاه به پادشاهی آماده بوده. و در نتیجه در اون دوران این عبارت که دوست گرامی آقای عابدی گفتید به کار بردند، این همیهن گرامی دقیق نیست، این رو بهار در واقع ازش یاد کرده و سخنی است که احمد شاه به کس دیگری گفته، رابطه با رضا شاه. آقای عابدی ببخشید وسط صحبتتون، در فرانسه نه لبو فروشی مده نه کلم فروشی، اون چه که عمل میشه بهش بلوط فروشیه. بله، هنوزم که هنوزه بلوط فروشی هست. بله، درست میشه لبو فروشی. خب به هر حال این رو بنابراین بعد میگفته بلوط فروشی. نه، این در فرانسه نبوده اصلا، این سخن رو احمد شاه در لندن گفته. فکر کردم اون در نیس گفته بوده. بله، در انگلیسه. بله بله، خب نیس هم فرانسه است دیگه. بله، نه در لندن، در نیس نه، این سخن اول رو موضوع به این که من کلم فروشی رو بر پادشاهی ترجیح میدم، اون چی که در بهار از او یاد کرده سخنی است که در لندن به کار برده و نه در پاریس. خب پس یک اشتباه باعث شد که یه مطلب دیگه روشن بشه. آقای امینی، حالا بفرمایید که یک هممیهنی به نام آذرخش، بله، از شما خیلی ایراد گرفتن، گفتن که بر حسب احترام درود میفرستم. یعنی اگر احترام نمیذاشتن درود نمیفرستن. بله، ایشون یک ایمیلی بعد از اون فرستادن دیگه، اون حسب احترام رو هم کنار نهادن. بله، من به اون اشاره نمیکنم. بله، با من صحبت کردن، فرمودند، نوشتن که شما آقای امینی فرمودید در زمان جانشین رضا شاه بزرگ علمای شیعه وارد دستگاه حکومتی شدند، لطفا مثال بیاورید که شاهنشاه کجا این کار رو کردند. در ضمن شما لطف بفرمایید که شما و پدرتان و در کل جامعه ایرانی در آن زمان نسبت به مذهب چه وضعیتی داشتید و داشتند. یه نوع چیزم این تو هستا سواکیسم، میخوام بدونم شما چگونه میاندیشید. بله، در نامه دیگری که ایشون نوشتن ناسزاهای خیلی تندی به پدر من گفتن و گفتن که پدر شما از پیرامونیان خمینی بوده، دروغ کامل و
از مصدق به عنوان مزدور انگلیس یاد کردن. این پرسش چندان جای پاسخ نداره، ولی نکته ای رو که من اشاره کردم اون رو بهش اشاره می کنم. ببینید، دوران رضا شاه با دوران محمد رضا شاه از نقطه نظر برخورد به ساختار روحانیت شیعه کاملا متفاوت هست و موضوعی است که در برنامه امروز به درازا و شاید هم برنامه آینده به اون خواهیم پرداخت. و یکی از برجسته ترین جنبه های ماندگار دوران رضا شاه در این است که رفته رفته در دوران رضا شاه ساختار روحانیت شیعی در ایران ناتوان شد، از کانون فرمان روایی به دور رفت، جدا شد، دست روحانیان در ساختارهای اداری جامعه کوتاه شد و اونها بسیار ناتوان و حاشیه‌نشین شدند. در این جای گفتگو نیست. در دوران محمد رضا شاه چنین نشد. در دوران محمد رضا شاه از همون آغاز کار، هنگامی که متفقین وارد ایران شدند، به دلیل بیم و هراسی که دربار و پیرامونیان محمد رضا شاه جوان از حزب توده و فراز جریان‌های چپ در جامعه داشتند، به این اندیشه افتادند که دست روحانیان رو در سیاست ایران باز کنند و حتی رضا شاه محمد رضا شاه نماینده ای رو، زین العابدین رهنما رو فرستاد به نجف که از روحانی برجسته نجف، آخوند خراسانی، ببخشید پوزش میخوام، آستابالحسن اصفهانی، آخوند خراسانی سالها بود درگذشته بود 1300، از آستابالحسن اصفهانی که بزرگترین مرجع تقلید شیعه و زعیم نجف به شمار میآمد، از او تلگراف تبریک پادشاهی بگیرد و سپس هم باز به دعوت همین زین العابدین رهنما که خود او هم سالها در اصلا در عراق دنیا آمده بود و از آدمهای متجدد برآمده از دل روحانیان، برادرش هم تجدد بود، برادرش هم تجدد بود، خود او هم رهنما، این دو آدم بسیار برجسته‌ای در دوران فراز رضا شاه به پادشاهی بودند و هر دوی اونها از کسانی بودند که از دل خانواده مذهبی برخواسته بودند، در عراق به دنیا آمده بودند و در پس از آمدن به ایران پیش از فراز رضا شاه به پادشاهی نام رهنما و تجدد رو برگزیدند و به کار روزنامه‌نگاری و سیاست پرداختند. آدم‌های سرشناسی بودند در این زمینه و البته چندان هم مورد مهر رضا شاه برای دوران طولانی قرار نگرفتند و هر دوی اونها در واقع یکی خانه‌نشین و دیگری تبعید شد به، یعنی برگردانده شد به نجف. زین العابدین رهنما حتی از آقای قومی که در دوران رضا شاه تبعید شده بود از ایران، کسی که از مشهد آمده بود به تهران در اعتراض موضوع کشف حجاب یا دگرگون کردن لباس، او رو دعوت کرد که به ایران بیاید و ایشان به ایران آمد 1122. در دوران پادشاهی محمد رضا شاه یک نوع امتیاز دادن به روحانیان و کشاندن اونها به نزدیکی به دربار پا گرفت، تا جایی که به سفارش آقای بهبهانی معروف که آخوند دربار به شمار می آمد، محمد رضا شاه از آقای بروجردی که برای عمل جراحی در بیمارستانی در تهران به سر می برد دیدار کرد و از ایشان خواست که از بروجرد به قم بیاید و مرجعیت شیعه رو در دست بگیره. در اون دورانی است که آستابالحسن اصفهانی درگذشته بود، آقای قمی هم درگذشته بود و در واقع کوشش میکنند که کانون مرجعیت شیعه رو به ایران بازگردانند و چنین هم کردند. یعنی پس از پایان دوره صفوی که کانون مرجعیت شیعی به عتبات رفته بود، در دوران محمد رضا شاه این کانون رو به قم بازگرداندند و روحانیان امکان بیشتری یافتند. به این معنا نیست که در کانون قدرت بودند، ولی آنچه که رضا شاه انجام داده بود، آن رشته‌ای رو که رضا شاه در واقع، یعنی آنچه که رضا شاه رشته کرده بود در این دوران دوباره پنبه کردند و این نکته است که من اشاره کردم. دیگر نکاتی که این آقای امینی هم بذاریم من همینجا بپرسم، بله، قومی کی مرده؟ کی درگذشت؟ سال 1124 درگذشت. 24؟ بله. یه قومی هم باشیم در مشهد؟
25 آستابالحسن اصفهانی در سال 1325 درگذشت و قمی دو سه ماه پس از مرگ آستابالحسن اصفهانی قمی هم درگذشت و در این دوران است که آقای بروجردی رو قانع کردند که بیاید و به قم بیاید و مرجعیت شیعه در رأس بگیره. همه یادمانده های اون دوران نشان میداد که آقای بهبهانی در این زمینه جایگاه برجسته‌ای داشته و شاه رو قانع کرده که به دیدار آقای بروجردی برود، محمد رضا شاه رو، و در پیکره های اون موجود هست و آقای بروجردی پذیرفته که بیاید و از بروجرد قم بیاید و در قم زعیم قم و مرجع شیعیان جهان بشود و این انتقال در واقع مرجعیت از نجف به قم است. این معنیش از یه طرف دیگه این است که شاه سلطش بر رؤسای مذهب در ایران قوی بوده. نمیدانم چقدر سلطه وجود داشته، ولی ببینید در دوران رضا شاه به ویژه پس از دورای مجلس ششم به این سوی، رضا شاه روحانیت رو در ایران بسیار ناتوان کرد. بله. ولی در دوران محمد رضا شاه یک نوع در واقع بازگشت روحانیت و جریان‌های مذهبی رو ما در ایران می‌بینیم و کارهای انجام شد که در دوران رضا شاه انجام نمی‌شد و احترامی که وجود می‌داشت یا روابطی که وجود می‌داشت میان دربار و روحانیت در دوران رضا شاه وجود نداشت. در اون دوران ساختار روحانیت شیعی از رضا شاه بسیار بیمناک بود، می‌ترسید اصلا و نسبت به برخی از کارها واکنش نشان نمیداد. ببینید رضا شاه در همون سال نخست پادشاهی در تهران آقای خرقانی رو، یکی از روحانیان برجسته تهران رو، با چوب کتک زد و یا در همون یکی دو سال نخست پادشاهی در قم رفت به آقای بافقی رو که کلیددار صحن بود، کلیددار حرم بود، ایشون رو کتک زد در صحن حرم و معروف هست این ماجرا. همون ماجرایی است که میگویند رضا شاه چکمه از پای در نیاورده به حرم رفت و بافقی رو در حرم کتک زد و ماجرایی است که اگر یادتون باشه در سالهای پس از اون محمد رضا شاه به خمینی پیغام داده بود که کاری نکنید که چکمه های پدرم رو به پام بکنم و خمینی پاسخ داده بود که چکمه ها به پای شما گشاده. میدونید بیم و حراس زیادی از رضا شاه در اون دوره وجود می‌داشت. اینکه یک آخوند برجسته به نام خرقانی رو در تهران چوبکاری کنند یا آقای بافقی رو در صحن حرم در قم کتک بزنند اصلا بی سابقه بود در تاریخ. اینکه به همسر و دخترانش بدخلقی کرده بودند در حرم. بله، ببینید سنت تاریخی در این بود که معلوم نیست از چه زمانی سنت شده بود که دست کم از دوران ناصرالدین شاه میدونیم این گونه بود که در زمان نوروز، هنگامی که سال نو روی میداد، زن یا یکی از زنان و دختران پادشاه میرفتند به تالار آینه یا بالای تالار آینه در صحن حرم مینشستند در هنگام تحویل سال نو. گویا تا اونجایی که گزارش ها نشان میدهد همسر رضا شاه ملکه در اون هنگام و یکی دو دختر او یا هر دو دختر او در اون هنگام به حرم رفته بودند و گویا دختران بسیار کوچکی هم بودند، گویا روسری یا چادر یا برروی از چهره اونها کنار می رود یا موی اونها نشان داده می شود و کسانی می روند و این رو به بافقی می گویند و بافقی سراسیمه می آید و به اونها معترض می شود. بافقی هم آدم برجسته‌ای در قوم به شمار می آمده، کلیددار یا گرداننده حرم بوده و این خبر هنگامی که به رضا شاه میرسد که بافقی چنین رفتاری نسبت به همسر و دختران او کرده، بیدرنگ راهی قم میشود و بافقی رو کتک میزنه. ولی قدرت او چنان بوده که و همچنین یک نوع کنار آمدن آقای حائری که پایه‌گذار حوزه علمی قم در سال 1300 بوده، از حوزه علمی قم رو او آغاز کرده بوده، یک نوع واکنش
آرامی نسبت به دولت داشت و اجازه نمیداد که با رضا شاه کسی درگیر بشود. او بلافاصله دستور میداد که هر گونه سخن گفتن درباره ماجرای بافقی حرام است، جلوگیری میکند از شورش طلبه ها و روحانیان قوم در این باره و اونها را آرام میکنه. بافقی رو هم تبعید میکنن به شهر ری برای یکی دو سال و سپس باز میگردد به قوم. این نشان میدهد که در اون هنگام برخورد رضا شاه، برخورد قلدر مآبانه و از بالای رضا شاه با اینکه شخصی بوده، همه شواهد نشان میداد که آدم مذهبی بوده، یک بیم و حراسی رو در میان روحانیان ایجاد کرده بود و حتی بیمناک بودند، به ویژه با رویدادهایی که در همسایگی ایران اتفاق افتاده بود. یعنی اینکه در همزمان با فراز رضا شاه پادشاهی در ترکیه که قانون خلافت اسلامی بود، دولت عثمانی برانداخته شده بود، به پایان رسیده بود در جنگ جهانی اول و ترکان جوان به قدرت رسیده بودند و آتاتورک رئیس جمهور شده بود و جمهوری اعلام کرده بود و خلافت رو یا دستگاه به هر حال پادشاهی رو به پایان رسانده بود و آتاتورک آدم بسیار لایک و ضد مذهبی بود و اصلا حتی از رضا شاه هم خیلی تندتر با مذهب در افتاده بود و این است که بیم و حراسی وجود می داشت در میان روحانیان شیعی که چه بسا که در ایران هم رضا شاه از ترکیه پیروی کند و رفتار ترکیه را انجام بدهد. اصلا این جنبش جمهوری خواهی که در ایران به راه افتاد بخشی از این جریان تحت ترکیه، خیلی تحت تاثیر ترکیه و تحت تاثیر انقلاب شوروی بود. یعنی مجموعه رویدادهای کشورهای پیرامون ایران که در دو کشور بزرگ همسایه ایران، یعنی یکی در روسیه تزاری، دولت تزاری رو برانداختن و جمهوری سوسیالیستی اعلام کرده بودند و سپس در ترکیه عثمانی همسایه و رقیب 400-500 ساله ایران جمهوری اعلام شده بود، یک بیم و حراسی رو ایجاد کرده بود که چه بسا این جنبش جمهوری خواهی در ایران هم پا بگیرد. و این جنبش جنبش ناتوانی هم نبود، جنبش بسیار بسیار جدی بود که در ایران پا گرفته بود و روحانیان شیعی در این زمینه با این جریان جمهوری خواهی سخت درگیر شدند و بیم و حراس از این داشتند که اگر با رضا شاه کنار نیایند چه بسا که ایران مانند ترکیه جمهوری بشود و تنها کشور شیعی جهان یکسره بشود. چون می‌دانی که در همون زمان در پیامد فروپاشی دولت عثمانی کشور دیگری که بیشتر باشندگان اون شیعی بودند، یعنی عراق، عراق امروز تازه تشکیل شده بود، اصلا عراقی وجود نمی داشت در اون زمان. از درون این سرزمین‌های امپراتوری عثمانی با خط مستقیم کشور عراق و سوریه و کویت و عربستان رو ساخته بودند و در کشور عراق در برابر مخالفت شدید روحانیان شیعی آمده بودند و یکی از دو برادر، یکی از کلیدداران یا خاندان کلیددار کعبه رو پادشاه عراق و یکی دیگر رو پادشاه اردن کرده بودند، دو کشوری که تازه به وجود آورده بودند و این با مخالفت روحانیان شیعی عراق روبرو شد. ایران تنها کشور فیصل و عبدالله، بله، تنها کشوری در اون هنگام بود که پادشاه شیعی می داشت. دو دقیقه آقای امینی، ببخشید. دو دقیقه وقت داریم. اصلا به بحثمون نرسیدیم که. بله. نه نرسیدیم. ما همیشه وعده میدیم ولی ماشاءالله اینقدر مطالب انشعاب میگیره که دیگه از دست آدم خارج میشه. بله، در اون هنگام این رو بگویم و شاید این آغازی باشد برای بخش برنامه آینده. در اون هنگام در واکنش به این گزینش فیصل به پادشاهی عراق، روحانیان شیعه عراق واکنش نشان داده بودند و برجسته ترین روحانیان شیعه را از عراق تبعید کردند به ایران. برخی از اونها خودشون رو تبعید کردند ولی نام‌آورترین اونها را از عراق تبعید کردند و اونها درست در هنگام جنب و جوش جمهوری خواهی آمده بودند به ایران و در قم میزیستند. دو نفر از اونها برجسته ترین روحانیان نامآور
نجف بودند، آقای نایینی که در جریان انقلاب مشروطه کتاب او نقش بسیار بسیار برجسته ای داشت، و دیگری آقای آستابالحسن اصفهانی که پس از مرگ آخوند خراسانی، آخوند خراسانی در سال 1300 درگذشته بود، و از اون هنگام بود که در نجف آقای نایینی و آستابالحسن اصفهانی تقریبا جانشینان آقای آخوند خراسانی معروف بودند، و در ایران هم آقای حائری. رضا شاه در خانه آقای حائری با این سه نفر در سال در بهار سال 1303 دیدار کرد، که امیدوارم در برنامه هفته آینده در برخورد به چگونگی کاهش جایگاه روحانیت شیعه در ساختار فرمانروایی در ایران در دوران رضا شاه به اون بیشتر بپردازیم. خیلی ممنون جناب آقای امینی، خسته نباشین، تا هفته آینده. خیلی سپاسگزارم و همچنین از میهنان عزیز، از آقای امیر کارگردانمون.